خراب شده. نخیر حضرت عجب یه جا نگرد نترسید
کاپیتان ابرام برا بچ صحبت میکنه. حواستون رو جمع کنین، چرخ عقب پنچر شده، برای لحظات کوتاه فرود میایم روی زمین. مواظب که مربندا بسته. بچه فقط پخش و پلا نشینا. خب بابا خرادی پذیری از بچه ها بکن. بچه بودوی بودوی چشم آروم دیگه آروم. آفرین پسرم. همش گرفتاری همش گرفتاری شما سر باید بخته. بچه ها از هم دور دست نکش دست نکش. اول پنچری بعد شیر کارت بخاره تو شکمه. بچه ها آی بچه ها شیرینی آی شیرینی 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 هر چیزی قانون خودشو داره. بچه ها بچه ها هر کیشی نمیخواد مرتب توی صفا میسه. خب باشی آقا فری اصلا خورو چینی ها پخش کن. پس ما اینجا چیکاره ایم آقا؟ خیلی خوب شما با میوارتون ماشین بیار همه بخوریم. بابا خراد اجازه بده من کمکتون کنم. لازم نکرده من خودم به کارم واردم. بکنم جون به جونت کنم تو نخواست. ببین تو وقتی کار بلند نیستی چرا دخالت میکنی؟ تو فراش به دنیا اومدی فراشم از دنیا میری. آره نه که خودت نوه امیر کویتی. نه من نوه امیر کویت نیستم ولی تخصص دارم رانندم پایه یک کپانی. بابا خراد بابا خراد جونه شلغم میخوری؟ چی؟ شلغم شلغم این فر پریده مجه من خر... آخه آخه گوساله عزیزم اینجا مگه زمین بازیه؟ دوتا گاو پشت تو نیست که تو رستون زمین جمعت کنه؟ آی همبون باش نده فوش بلدم ها پدر جا مراقب قلبتون باشی مردی که یه نفهم اون در دهنه چه میخوا بگی؟ مردی مهنم چه میخوا بگی؟ آقا محمود به قبول بفرست. آخه عزیز من جان من اگه این بچه گاو میرفت زیر ماشین من سقط میشد چه کاری دون سرتو میکردی؟ پدر جان شکر خدا اتفاق نیافتاده که. آقا آجی حالا که به خیر گذشت صلوات بفرست باره دیگه. پیرمرد اگه این بچه طوریش هم میشد باز میگفتی صلوات بفرست؟ به من میگی پیرمرد؟ آره من پیرمرد هر چه دعواته تایی این خرا شما کجا بیاییم دیگه؟ بیا پایی کنم بردارم پدر جان بیاییم بریم دیگه دیرمون شو بیا جلو اگه مردی بیا جلو بسته آقا بسته به من میگه پیرمرد پس شما اینچه بشی میگیم دیگه بس کنیم دیگه بیا بابا خراس بیا ترکی رفت برای شما مردم درگیر میشی بچه اومده وسط خیابون هم ما رو بکشته میده هم خودشو چیکار کردم باش اصلا در شأن شما نیست عوض شدی پدر من عوض شدی چه عوضی شدم عزیز من قربونت برم همه یه فکر و ذکر و رفتار رو همه انرژیتون رو صرف این ناهید جون میکنی ای بابا باز تقیب توقی میخوره تو پای این بدبختی میکشی وسط که آخه چرا آخه اون بدبختی که پاشو گذاشته وسط زندگی ما حالا تو چی کار با اون داری اصلا؟ من با اون کاری ندارم اونی که با من کار داره نقشه میکشه پدر من از چنگ من در بیاره ای بابا اون که به یه صیغه موقت رضایت داده که صد بار به من گفته من اصلا دلم نمیخواد جای مادر اون شم بعد به خیر هزار بار دیگه هم بگه خودشو بکشه نمیتونه اینجا جای مادر منو پر کنه دوست منم نمیتونه باشه پدر من درست. نمیتونه قبول دارم من به اون گفتم که ما وقتی با هم دیگه ازدواج دائم میکنیم که مینور رضایت بده اونم گفته باشه چی شد این یه دفعه؟
چه میدونم من مکانیکم. طریقه سر مخابرات محترم کشور این لعنتم آنتن نمیده. حالا شما داری به کی زنگ میزنی تو این شرایط؟ دارم زنگ میزنم به پدر مرحومم که بیاد کمکم. دارم به امداد خود را زنگ میزنم دیگه بیاد امدادم کنه. گفتم شاید داری زنگ میزنی به ناهید جون. بختر نز که اینجا پنچر کرده انگار. ابرام آقا نگه دار شاید مشکلی براشون پیش اومده. ای به چشم ای به چشم. سلام طوری شده؟ کمک نمیخوای؟ سلام ماشین دفعه خاموش شد بعد پدر رفتم ببینم موبایلشون کجا آنتن میده زنگ بزنم امداد خود رو بگیرم. آقا ابراهیم خودش امداد خود رو آقا جا میتونی کاری کنی؟ بابا یه اسباب بازی کاری نداره هواپیما هم بود درستش میکرد. حالا به جای حرف زدن خب برو درست دست من در صورت راست میگی بخشی خودم معرفی نه من حمیده خوردم خوشبختم منم سرمدی هستم فضولی نباشه کنجکاو شدم بدونم شما شغلتون چیه. من معلم موسیقی هم. چه جالب خواهرم مریم معلم عمومی تربیتی. خوشبختم. خیلی خوشبختم. این بچه ها شاگرده ممتاز و عزیزتی هم که برای جایزه برده میشون اردو. یعنی این بچه ها همشون؟ متاسفانه همشون بدون سرپرست بزرگ شدن. که البته زندگی سالمی رو تونستم پیش بگیرم. اینم بگم بچه های ما جز تیزهوشانن. بله. حالا کجا داریم میبینیشون؟ یکی از خیرین هزینه‌هاشون متقابل شده بریم چند روزی لب دریا کمپینگ کنیم. دارن دل قلبه میتن به هم ما داریم حمالی میکنیم. بیش شمشور زده سکس. آنتن پیدا کردی؟ جایی نخورده فامیل شدی؟ دخترت گفت برو این لگن بابام را بنداز چطه الان ناراحت نشو فشار به قلبت میاد برو استارت بزن درستش کردم برو استارت بزن استارت زدی؟ استارت بزن خسته نباشم خسته نباشم حال کردی؟ به دخترت گفتم اگه فانتوم هم باشه درستش میکنم این که اسباب بازیه چقدر باید بدیم که مدیون شما نباشی؟ پولت به رخ ما نکش شما باید همیشه مدیون ما باشی. آخه عزیز من که نمیدونم بیا دونه دخترم و توی تهران تنها بذارم بیام اینجا که عشق من مشکل من که اومدن مینو نیست. مشکلت چیه؟ مشکل من اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم با هم تنها باشیم. میتونی چرا؟ چون تو زندگی شما من یه آدم موقتم. تو هم انگاری از این وضعیت بدت نمیاد. این چه حرفیه تو میزنی؟ من دلم میخواد که تو همه یه خلو زندگی من باشی. من تو خوب این وسط مینو هم بله، میدونم مینو جون باید رضایت بدن تا عقد ما دائم بشه. اما شاید حالا مینو خانم نخواد رضایت بده. من باید چیکار کنم؟ رضایت میده. تو عجله نکن. تو حرفی که من بهت میزنم گوش بده. بعد خود مینو عقد موقت رو تبدیل به دائم میکنه. خب من باید چی کار کنم؟ اومدی سر اصل مطلب. تو فکر میکنی من این سفر برای چی راه انداختم ها؟ برای اینکه تو خودتو به مینو نزدیک بکنی، قلبشو به دست بیاری، بعد باهاش رفاقت کنی. تمام. من که از خدامه، این مینو همش حال منو میگیره. خب درکش کن. اونم حق داره. تو به حرف من گوش بده. به خاطر من، به خاطر خودم. به خاطر خودم. چشم، هر چی تو الهی که من قربون زن عاقل و با شعور خودم برم. من که خیلی خیلی زن تو نیستم. بابا کم و زیاد نداره دیگه. زن زنه چه دائم چه موقت. خب تو حاضری واسه عشقمون چیکار کنی؟ واسه عشقم میرم قلبم به این آسونی میشم قربونی. خوشحالم کردی اومدی. اصلا توقع نداشتم سورپرایز شدم. ماشاءالله چه خوشگل شدی. چشماتون قشنگ میبینه عزیزم. میبینم که دارین دل میدونه قلبه میگیری. خیلی خوب. من تا هوا تاریک نشده
قایقا رو راه بندازم بریم با هم دیگه هر سه تایی یه قایق سواری توپ بکنیم، چطوره؟ عالیه عزیزم. خیلی پدر جان، یه لحظه با تون کار داشتم، تشریف میاری؟ خیلی خوب، برو الان من میارم. پدر جان. جونم بابا جون. این وسیلاتون کجا بذارم؟ اتاق پشتی. اتاق پشتی که اتاق ناهید جونه. آره دیگه عزیزم، دقیقا بذار همونجا. پدر جان یه لحظه تشریف میاری؟ ببینم عزیز دل نادر تنها نشسته باشه. عزیز دل نادر چاره جز تنهایی نداره. مگه من مردم که تو تنها باشی؟ خدا نکنه، من دلم نمیاد یه تارمو از سر تو کم بشه. ولی تو دیدی دخترت با من چی کار کرد؟ گفتم تا وقت اینجا هستیم از هیچی ناراحت نشو. مگه چی گفت؟ هیچی، حتما لازم نیست که آدم با چوب بزنن که. بابا دلخور نشو، دلخور نشو. من دلخور نیستم. اوپا چی؟ من یه زنم، جنس زنم خوب میشناسم. من میدونم مینو چه مشکلی داره. من از تو دلخورم که هنوز دخترت درک نکردی. من برای چه دلخوری آخه؟ تو با نقطه زمین من؟ ای قربونت برم، تو خودت مثل توپ میمونی، فکر میکنی همه چی توپ بازیه. نفدات بشم، دختر شما حسادت میکنه به من و تو، به رابطه ما، به عشق ما، به همه چی ما حسادت میکنه. حق داره چون تنهاست. خب الان مشکل چیه؟ رابطه من و شما، علاقه که ما به هم دیگه داریم، یا تنهایی اون؟ کدوم؟ پس خوب میفهمی من چی میگم؟ آره خب میفهمم، معلومه که میفهمم. چی؟ مشکل شما اینه که زیادی دخترتو وابسته به خودت نگه داشتی، نمیذاری بنده خدا زندگی عادیشو بکنه. چهار تا رابطه داشته، دو تا خواستگارم که داشت سری رد کردی رفت. خب دلیل داشتم من برای اینکه اونا رد کردم، مثلا اون مرتی که اون یارو. مشکل من اون مرتی که این مرتی که نیست، مشکل من اینه که شما باید زندگی خودتو داشته باشی، اونم باید زندگی خودشو داشته باشه. نه تو زندگی داری نه اون. منم وسط شما دو تا پاسوس شدم. همین، نگو این حرفو عزیز من. تو جاد رو سر منه، جاد اینجاست و نفس منی. بابا ایو حلاس، ایو حلاس، دریای خزر ایران شوروی. بابا این نفس منه، بابا این نفس منه. قربون شکلتو برم. چون راحت میشی بابا بینه بخور. چه کجونه برای کجا بودن؟ چرا تو بزدی اونجا؟ این یارو هم که اینجاست. اینجا چه خبره؟ کی شما رو اینجا را داده؟ کسی اجازه نداده، با خودمون اومدیم. ساحل خدا. وقتی بهت میگم پیرمرد، اون وقت ناراحت میشه، میگه چرا گفتی پیرمرد؟ پیرمردی، اما عقل نداری که بدونی هر زمین یک صاحبی داره. صاحب این منطقه منم، میفهمی؟ اگه یه دفعه دیگه به من بگی پیرمرد، یک کله یه هوک چپ دو تا آبرگاد نثارت میکنم. وقتی حالت هم جا اومد، اون وقت میفهمی من کی هستم. یالا یه جلو، یه جلو دیگه. هرچی بفرمین بیرون. خواهش میکنم بفرمین بیرون. هرچی دیگه ترسوی. ببخشید آقای محترم، که سر خود اینجا نیومدیم که، دعوت شدیم. نفهمیدم کی شما رو دعوت کرده؟ کی شما رو دعوت کرده اینجا؟ من پدر جان. من. تو؟ بله من دعوتش میکردم. خیلی خوش اومدی. برای چی این کار میکنی دختر؟ عزیز من چه ایرادی داره بچه های به این خوبی یه مدت بشن همسایه ما؟ مینو جون خیلی کار قشنگی کردی عزیزم، خودت هم ازشون پذیرایی کن. عشق من یه دقیقه شما بیا، من کارت دارم. خانم سرمدی، اگه پدرتون ناراضیه ما بیرون میشه دیگه، اصلا مشکل نیست. نه پدر من عصبانی هست ولی قلب مهربونی داره. در ضمن من مینو هستم. مرسی مینو خانم. خواهش می‌کنم. قول میدم بچه‌هام خیلی اذیتتون نکنم. نه راحتش رو بذارین. بذارین فکر کنن اینجا خونه خودشونه. من عاشق بچه‌هام. در ضمن اگه چیزی احتیاج داشتین به خودم بگین. بازم تشکر. برن تا شب نشده و بچه‌ها چادر رو بزنن. صبحگاهی سکوت رو رعایت کنید و دستامون رو برای دعا میبریم بالا. شروع میکنید. خدایا ما رو در پناه قرآن و اطرت قرار بده. آمین. که
کشور را از شر دشمنان حفظ فرما. آمین. دل مردم، دولت و کشور را شاد فرما. آمین. ظهور آقا امام زمان را تعجیل فرما. آمین. خیلی خوب بچه ها، یه ساعت مطالعه میکنیم، بعد وقت آزاد واسه خودتون تا بهتون میگم چیکار کنیم. موضوع بچه ها باشیم که ما خرید برگردیم. اتحاد چه؟ نفهمیدم، به من گفت موضوع بچه ها باشم، تو چرا گفتی اتحاد؟ ذات نیار بالا به ما. به من گفت. نگم به ما گفت. چرا حالی نیست پیر مرد؟ خود هر آشی میشه واسه خودت. به من نگو پیر مرد، حمید آقا به من گفت. میگم به ما گفت، حرف علکی هم نزن، هی حرف زور میزنی انگار. بچه میخوابه نباز این سیر ماسان. قافل منشین، نه وقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست. بچه ها خوب گوش کنید، هرچی من میگم انجام بدید. بچه ها کتابا باز. بچه ها املا داریم، کتابا بسته. بچه ها روخونی داریم، کتابا باز. بچه ها گفتم کتابا بسته. بچه ها میگم کتابا باز. بچه ها مگه نگفتم کتابا بسته؟ آخه خیکی، تو چی کاره ای که میگی کتابا بسته؟ ها؟ تو چی کاره ای؟ آخه مرمولک، تو چی کاره ای که میگی کتابا باز؟ ها؟ من همه کاره. تو یه فرش پیر بیسوادی؟ تو هم راننده یه سده یه خازی؟ آقا این دعوا نکنید، بیسوادی که دعوا ندارم. حالا که اینطور شد چند سال ازتون میپرسیم تا ببینیم حق با کیه. بپرس. یه سال از شما میپرسیم، یه سال بابا خرات. بپرس. بابا خرد اول از شما میپرسیم. بگو ببینم چین کجاست؟ چین؟ خب چین رو دامن ننمه. چین رو پیشونی تو پیر من دامن چین دار نچین. خودت هم اشتباه کردی، برای که از من سوال نکردی کشوری چین، کشور نگفتی، منم اشتباه کردم، ولی سوالش دو کسی بونم. حالا آقای راننده پای یک دار، بگو ببینم ماشینی که بنزین نداره چجوری میخواد راه بره؟ ده بگو دیگه چجوری راه میره؟ خب گازایل میزنه وقتی بنزین نیست، اصلا گوره بابای ماشین و گازایل. ما گشنه رو میخوام برم غذا بخورم. باشه اینو نمیدین، این باشه ماشینش رو کول میکنه تا دم و پام بنزین اونجا میذاریش رسته. خب حالا که رفت کتابا باز، با خیال راحت. پایین نمیده که آماده برای شما. نوش جونت عزیزم. مینو جون لازم نیست اینقدر تابلو نشون بدی که از من خوشت نمیاد، کاری هم نکنی معلومه. من که کاری نکردم نهید جون، این احساس شماست. پیشنهاد میکنم انرژی منفی رو از خودتون دور کنید، برای پدرم مضره. یه جوری رفتار میکنه انگاری من اینجا مزاحمم. تو رو خدا صبح اول صبح شروع نکنی. با
بابا هوای به این خوبی، دریا، گل، گیاه، بزن یه صبونه درست به گلومو بره پایین. اتفاقا درست میگی، خودم هم نمیخوام روز آخری که اینجا هستم و خراب کنم. روز آخر برای چی؟ میخوام برم هتل. هتل برای چی؟ داداشم از امریکا اومده ایران. خب اومده که اومده. خب داره میاد شمال. من رفتم براش هتل جا گرفتم. ظهر میخوام برم فرودگاه رامسر دنبالش. آخه مگه من مردم که برادر تو بره هتل؟ خدا نکنه عزیز من. این همه اتاق تو این ویلا. از طرف من دعوتش میکنی؟ با عزت و احترام میارش اینجا. اصلا حرفشو نزن. برادر من یه آدم احساسیه. دو تا از این رفتارهای مینو خانم شما رو ببینه قاطی میکنه. منم دیگه نمیتونم سر بالا بیارم. اولا که مینو بسیار دختر فهمیده‌ایه. شرایط برادرت رو درک میکنه. تو هم از این فرصت استفاده کن، خودت رو تو دلش جا کن. آخه اگه برادر من آخه و اخو این حسنا تو که اخلاق منو میدونی که با من بحث نکن. برو برادرت رو بیار. من که راضی نمیشم. باشه از هر چی تو بگی. فقط یه چیزی بگو عزیزم. دو چیز بگو. برادر من خبر نداره که ما عقدمون موقته. ای داده بیداد عزیزم، من هزار بار به تو گفتم تو زن شرعی و قانونی منی. اون تبصره موقتم که چند بار رفتیم تمدیدش کردیم. من برای دندون رو جگر بذار، بذار آواز یا سیاه بیفته، مینو هم یه خود سر عقل بیاد، بیریم دائمش میکنیم و وقت هر دومون خواهد میشیم. خوبه؟ باشه عشقم، هر چی تو بگی. من که حریف زبونی تو نمیشم. تو بله من کجا رسیده؟ بشی خودتو لوس نکن. به به ببینم که کارتو خیلی خوب بلدیه. تا تونستی سرمدی و تقیدی یه ماشین خفنم انداخته زیر پاتو. بی خبر از این که به لباسای داداشتون چه غمیان. خیلی مرد باحالیه، خوشم میاد ازش، ولی این دخترش خیلی ناتوه. اصلا قرار نبود بیاد شمال. هلک هلک دنبال بابای راه افتاده اومده که مراقب ارث و میراثش باشه. بابای دست از پا خطا نکنه. فکر کنم من خرم نمیفهمم. گفتم بیا که همچی تنهایی نتونه بخوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه آدم زرنگی باشی و بتونی قاپ دختره رو بدزدی، شدی داماد خانواده سرمدی. شما تا سه شماره بشمر، داماد تحویل بگیر. میدونی که این بیزینس داداشته. آقای بیزینسمن، گفتم که مهندسی از امریکا اومدی، نگفتم که قماربازی و همه پولای بابای بدبخت ما رو تو قمار به باد دادی. حواستو جمع کن. گیر نده دیگه. حالا خوشگله؟ ایش. خیلی احساسیه. کافیه چهار تا جمله قشنگ زیر گوشش بخونی. بردی. خیالت راحت باشه. You win. مهندس بهزادی هستم. مهندس برزو بهزادی هستم از الی. نه نه. مهندس بهزادی هستم. مهندس برزو بهزادی از الی. یس یس. جناب سلطان، ولی زندگی توی غربت برای آدمای سخته که نتونن تو کارشون و بیزنسشون موفق باشن، علل خصوص توی آمریکا که رقابت خیلی شده. من برای توسعه شرکتم خوشبختانه تونستم نظر مثبت چند تا از نمایندگان بزرگ کنگره رو جلب کنم، وگرنه محال بود که بتونم تو مارکت آمریکا به چنین موقعیتی برسم. حیف که مملکت ما قدر آدمای مثل شما رو نمیدونه یا کمتر میدونه. مهم نیست، مهم اینه که من همه جا با افتخار اعلام کردم که یک ایرانی ام و به ایرانی بودنم میبالم. احسنت، باریکلا، آفرین. به شما میگن یک جوون پاک نهاد آریایی. باریکلا، باریکلا عزیزم، باریکلا. ببخشید اگر اشکالی نداره من بعد رفع زحمت کنم. کجا مینو جون؟ به بچه ها قول دادم ببرم جنگل بهشون نشون بدم. آخه مینو جون، تو خیلی خودتو وقف اینا کردی ها. البته بچه ها بی سرپرستن، یتیمن، ولی بالاخره برزو جان مهمان ما هستن، ممکن ناراحت بشن. اصلا اصلا اینطور نیست.
اتفاقا کمپانی من اونجا پیشتاز کارهای خیریه در مورد کودکان بی سرپرست و آسیب دیده است. من خودم از وقتی که وارد ایران شدم واقعا از دیدن کودکان کار اشک به چشمام میاد. من واقعا ناراحتم. خانم من شما را تحسین میکنم. آفرین. من واقعا خوشحالم که میبینم یک خانم ایرانی اینقدر حساسه. اینقدر این کودکا براشون مهمه. من در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم. ممنونم از شما آقای محترم. شما لطف دارین. پس اگر اشکال نداره من برم بچه ها رو بیشتر از این منتظر نگه ندارم. جنگله، خطرناکه. باید با یه آدم کاربلدی مثل ما وارد جنگل شد. حیوانای وحشی زیاد دار. آقا اجازه بدید مثلا چه حیوانایی؟ میمون، شیر، ببر، پلنگ. آقا اربام، حالا اومدین یه وقتی یه شیری، پلنگ، گرازی بمونن بکن. آقا شما میخواد چیکار کنی؟ من که میگم شما قبل از همه در میرید. جفت لپاشو میکنم میندازم زمین. نه بابا، راست میگی. جفت دستتو بیار مست بگی. یه روزی با بابا امینا رفتیم تو جنگل. چشمون به یه ببر وحشتناک اندازه یه گاو افتاد. چشاش ها؟ این یه گوساله. درمت؟ بابا هم ترسید در رفت. گفتم برید چی میترسی فرار میکنی؟ یه نگاه تو چشای ببره انداختم، ببره هم یه نگاه تو چشا، دندوناش این کار کرد، تو دندون داشتی هوا و که کسی جرأت داشت جلوش وایسه. پنجش اوورد جلو، دستم اووردم جلو، گفتم تو کی هستی؟ ببری؟ چش تو چش؟ بابا دارم فکر میکنم اون کدوم آدم بیکاری بوده که این همه درخت و ماشالله کاشته اینجا. کسی اینا رو نکاشته که بابا، قرار اینا خودشون سبز میشن. یعنی چی؟ و چرا معذر ازای خدا یکیشون تو راه تهرون کاشون سبز نمیشه؟ البته اینم به شما بگم این خودش یه حکمتی ها، ولی هی به خاطر آدمای این دور زمونه یه نکبت قاطی این حکمت شده. چطور مگه؟ هیچی، هر برقی رو برمیدارم میفتن تو جون این درختای زبون بسته، قطعش میکنن، هی تیراهن میکنن. تیراهن میکنن. عظمت. سلام مادر. سلام. خسته نباشی. سلام. خانمی تخم مرغ تازه است؟ مطمئن باش تخم مرغ باش تازه است. داره زنهای شمال، مریم خانم، از هر انگشتشون صد تا هنر میریزه. خدا رحمت کنه عیالمو. خدا رحمت کنه. میگفت نصرت بعد از مرگ من نبینن تنها باشی یا حتما زن بگیر، زنش هم شمالی باشه. اوه، انشالله قسمت میشه بابا فرار. میشه گفت اصلا کودکی شادی نداشته. واسه همینم وقت نمیذاشیم واسه این بچه‌ها. شاید یکم شادتر زندگی کنه. ارشیا، دعوا بودو بینم بودو. مراقبت از این همه بچه واقعا کار سختیه. فقط کافی یه ذره باشون رفاقت کنی، موقع قضیه خیلی آسون تر میشه. قضیه اصلی اینه، شناخت خوبی دارین از بچه ها، قدر خودتون رو بدونید. آدم های خوبی مثل شما با گذشت اونم توی این شرایط سنی کم پیدا میشه. نه حالا واقعا اینجوری هم دیگه نیست. واقعا من خیلی ها رو میشناسم که دنبال یه فرصت هم کمک کنن، مثلا خود شما. واقعا همه وقتتون و امکاناتتون رو واسه این بچه ها گذاشتید. ممنونم. من که کاری نکردم. آقا اجازه، آقا کی برامون میخونید؟ به وقتش میخونم. باشه. آقا شما قول دادید دیگه، خانم شما بهش بگید نمیدون سلای همین آقا چقدر خوبه که. باشه حتما، من خواهش کنم برای بچه ها میخونی. حس چشمای نازت داره دیوونم میکنه، به این که بگم دوست دارم مجبورم میکنه، تو
توی همون اولین نگاه حس کردم تو رو کم دارم، واسه این بود همون لحظه گفتم که دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم. یه فرشته ای مثل تو کم پیدا میشه تو دنیا، داره عشق و حس میکنه واسه یه بار این دل تنها، توی همون اولین نگاه حس کردم تو رو کم دارم، واسه این بود همون لحظه گفتم که دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم. آدم باید زن همسر داشته باشه، نه اینکه همینجوری یارغوز بچرخه برای خودش. خب بابا بذار آلبالومونو بخوریم. سلام عمو. علیکم سلام. آلبالو چند؟ لیوانی 1000 تومن. لیوانی 1000 تومن؟ بس چند؟ بس چقدر؟ این واقعا توش آلو هم هست؟ بیا کنار ببینم. ابی حمید به منتظرمونه ها. باشه میام. باده بس چیشی از زیفوی میان داره؟ آلبالو هده. من هستهی حساب میکنم. هستهی چند؟ هستهی هستهی. تو هستهی چند داری؟ هر کی تو بگی بگو چه؟ بگونم هستهی 100 تومن. 100 تومن؟ باشه قبوله. اینو بگیر. بیا. ای! همه داری یه هم سرگشه؟ نداری که جیم؟ این یه سطح به همه تنهایی بخارده؟ ای برر این دکیه دا یکی دوتا ستا چهارتا اینم پنجتا یا 500 تومن. چی 500 تومن؟ یه سطل آلبالو بدی سر بکشه بی تخم و بی حسب بخوردی پس 5 تا بداشتی گونی 500 تومن؟ 500 تومن 5 تا هسته دیگه؟ 500 تومن چیه؟ حق مال دنیا شکمت بکشه بیرون. آه بیا صورت هم میبینه. باره کنم اینا خانم چیه؟ چیه؟ اینه بزنی من که نمیتونه بزنی تو رم زنم تو رم زنم مگه از تو تر زنم بس حق بس حق مو ندن حق مو ندن رضایت مونو جلب کن. این رضایت این چه چیه مگه حتی قم دهت من بره حده خدا بده بر خدا بده بر کن بیا بلا زورت اشو بابا اشو دکی من قرار نشدن این حرفو بزنی تو اگه بری امریکا میدونی چه اتفاقی میفته چی میشه من میمیرم نه بابا این خبرام نیست تو هم بالاخره دختر خودتو داری بابا دختر که شوهر میکنه میره میره سر زندگیشونی که برام میمونه فقط تویی نه که تو خیلی اهل دختر شوهر دادنی چرا که نه وقتی یه آدم درستای پیدا بکنم خب میتونه بره دیگه اوه
تا یه آدم درست حسابی پیدا بشه که نظر شما رو جلب کنه من هفت تا کفن پوسوندم. خدا نکنه. اتفاقا همین امروز یه چیزی بدنم رسید. چی؟ داشتم فکر میکردم به کی؟ به برزو. برزو؟ بله برزو. برادر من. بله برادر شما. هم با شخصیت، هم تأثیر کرده است، هم تو خارج زندگی کرده، به سیستم زندگی ما میخوره. اصلا فکرشو نکن. برزو خیلی مشکل پسنده. مشکل پسنده؟ خب چه کسی مشکل تر از مینوی من؟ ها؟ هم خوشگله هم مشکله. اصولا همه خوشگله مشکله. با اخلاقی که مینو داره و حساسیت های برزو من فکر نمی کنم آب اینا با هم توی جوب بره. ببین اگر مردی یه زنی رو بخواد همه جوره پاش مانسه. همین جوری که من تو رو میخوام. با همه ناز و عداد. وسط و دوانه اختعی نکن. این منم که تو رو میخوام با همه ناز و عداد. ببین اگه ما بتونیم بین اینا رو جوش بدیم ها برن سر زندگیشون، ما هم رفتیم سر زندگیمون، خیالمون راحت شد. خب برزو که رو حرف من حرف نمیزنه. خب مینو هم رو حرف من حرف نمیزنه. مینو رو حرف تو حرف نمیزنه. نه ولی که میدونه من خیلی صلاحشو میخوام. ببینیم و تعریف کنیم. ببینیم و تعریف کنیم. ببینیم و تعریف کنیم. مزاحمتون که نیستم. نه خیر، خواهش میکنم. منم مثل شما خیره شدم به دریا رو خیلی دوست دارم. یه جورای آرومم میکنم، بهم آرامش میکنم. فکر میکنم نظر شما هم باشه. بله. میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟ ببخشید باشه واسه یه وقت دیگه. اینو چی میگی؟ اینو میگم که این سرباز شما بره استراحت. سرزه میدم بیرون بود؟ نه کلک نزد، کلک نزد. بیرون خیلی خواهد، بفرمه. آقای برزو خان بفرمه، یه دستم شما ببازین که این سفر براتون خاطر انگیز میشه. ممنونم، اگه اجازه بدین من برم وسایلمو جمع کنم. وسایلتو جمع کنی؟ برای چی؟ راستش ترجیح میدم بیشتر از این مزاحمتون نشم. ما که مراهمی عزیزم، من ما تازه شما رو پیدا کردیم، من میذاریم بری. بیا بیا بابا جون، بیا بشین. والا منم نسبت به شما ارادت خیلی خاصی پیدا کردم. خب حالا که ارادت پیدا کردی میخوای ما رو بذاری بری؟ نکنه طوری شده؟ نه ولی من احساس میکنم که دختر خانم شما از این که من اینجا هستم یه مقدار معصبه. مینو حرف زده؟ نه ولی من نمیخوام که اسباب زحمت کسی باشم اینجا. خب همینه دیگه برزو جون، این خصلت دخترای ایرونیه. یه پسر رو که میبینن اگه نشناسن اول شکم سردن، معذبن، اصلا جبهه دارن، بعد آروم آروم نرم میشن. دقیقا من دختره ایرانی خیلی خوب نمیشناسم. اشکال نداره. ببین عزیز من، وقتی قراره که یه رابطه شکل بگیره احتیاج به زمان داره. بعضی یخشون زود آب میشه، بعضی دیر آب میشه. یخ مینو از اون یخایی که دیر آب میشه، یعنی دیر پزه. آره داداش من، مینو حساس و تو داره. تو اصلا به خودت نگیر، پاشو بیا. بیا بشین، من که حریف ایشون نمیشم، تو یه کاری بکن. شما هم حریف نمیشی. بیا بشین، احمدم وا کن. من با مینو صحبت میکنم، مشکل رو حل میکنم، نگران نباش. تمرین که داشتین جناب سرمدی. ببین هر کی اینجا میشینه باید خودآموز منو خونده باشه. اگه خوندی بشین، اگه نخوندی برو وسایلتو جمع کن و برو. برو.
بخوای میشه نخوای نمیشه، همه چی دست خودت. دست خودم نیست پدر من، من نمیتونم با این آدم خور بشم، من به اینا اعتماد ندارم. آخه این حرفو چیه میزنی تو دختر؟ وای من هر چی که به شما میگم شما حرف خودتون رو میزنید. من میگم زنا همدیگه رو بهتر میشناسن. من اگر مطمئن بودم که ناهید شما رو به خاطر خودتون میخواد، به خاطر آرامش پدرم، جونم هم میدادم. یواش یواش داری شبیه مادرت میشی، یه دنده لجباز. آخه من که با شما کاری ندارم پدر، فقط خواهش میکنم از من نخواهیم که یه دونه ماسک رو صورتم بذارم اینا رو تحویل بگیرم. من از این کارا بلد نیستم پدر. آخه این ناهید به تو چه هیزم تری فروخته؟ اون انقدر تو رو دوست داره که دلش میخواد تو زن برادرش بشی. میدونی چند بار اینو به من گفته؟ خیلی غلط کرده گفته. اون وقت شما بهش چی گفتی؟ من نمیخوای ازدواج کنی. خب چه کسی بهتر از اون؟ با شخصیت، تحصیل کرده، دنیا گشته. چی میخوای دیگه؟ ناهید با شما چی کار کرده پدر؟ عقلتون رو دزدیده. شما رو جادو کرده. ببین مینو، هیچی نگو پدر. دیگه هیچی نمیخوام بشنم پدر. ببین مینو، هیچی نگو مینو. مینو. اما اردو علاوه بر برنامه‌های تفریحی، بار آموزشی هم باید داشته باشه. البته به نظر من اردو نفسش کلن آموزش ها، آموزش زندگی جمعی تو شرایط متفاوت. حق با توه، قبول میکنم. ای مینوه، اتفاقی افتاده؟ دیگه خسته شدم مریم، به خدا خسته شدم. بهتر شدی عزیزم؟ آره، داشتم از قصه میموردم. خیلی وقت بود که با کسی حرف نزده بودم. این طبیعت آدم هست، باید با همدیگه حرف بزنم در دل کنم. آره، ولی با کی؟ هر کسی قابل اعتماد نیست. آدم هایی مثل شما خیلی کم پیدا میشه. تو خودت خوبی، قربونت برم. مشکل اصلی اینه که پدرم خیلی عوض شده، اصلا دیگه نمیشناسمش. همه اینا به خاطر اینه که برده یا اون ناهید شد. توی این شرایطی راجع به پدرت اینجوری صحبت کن. در هر صورت همه پدر و مادرها خیرخواه بچه‌ش بودن. فقط میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه اون به روش خودش صلاحیتو میخواد. تا اونجایی که میتونی هم درکش کن. ببخشید من خیلی مزاحمتون شدم. سر شما رو هم درد آوردم. با اجازهتون من دیگه برم. کجا بری مینو جون؟ اگه کاری نداری امشب و شام پیش ما باش ها؟ آره. آخه مزاحمتون میشم. مزاحم چیه خانم؟ یه گروه موسیقی خیلی خوب امشب میاد اینجا. دوستای بابا خرات. یالا یا
شنیده بودم. شما دیگه کارتونه. هندونه بخورید حالتون جا بیاد. دست شما درد نکنه. دست درد نکنه. میگم مریم خانم چقدر این آقا حمید و مینو خانم به هم دیگه میان ها؟ چیه؟ مگه من حرف بدی زدم؟ آقا حمید که ماشالله یه دنیا مرام و معرفت مینو خانم هم که تاج سر ماست و از خانمی کم نداره. خواهش میکنم شما لطف دارید به من. ببخشید من یادم نبود یه کاری داشتم باید میرفتم. شبتون بخیر. ببخشید چرا رفت؟ من که حرف بدی نزدم. تازه از خداش باشه که با حمید آقا ازدواج کنه. میگم حمید آقا بشکم این چی میگم از من بشنو دست دست نکن. ای بابا چرا هیچکی هیچی نمیگه؟ میگم پیره مرد پشو بریم انگار بیشتر از کپنت حرف زدی. پشو ظرفا مونده. پشو ما بریم بشونیم. آره بهتره همه بریم ظرف بشونیم. پشو چیه داداشی؟ چرا ساکتی؟ چی بگم آخه؟ حرف دلت رو من موقع خواب بچه هاست. ماشین بریم. برو بچه خوابیدین؟ خب امشب میخوام یکی از قصه های قشنگ هزار و یک شب براتون بگم. حاضرین؟ بله. ببین کجای این هیکل قناز به شهزاد قصه گو میخوره که حالا میخوای براشو قصه میگی؟ برو ببینم. بچه ها از این قصه های چه کوچولو بیمزه تو خسته شدن بابا. بچه ها عاشق قصه های من هم. خودم هم میخوام براشو قصه میگم. بفرما آقا قصه های تک تکراری حالشون رو به هم زده. قصه نو تازه میخوان. بیجا میکنی بی خود میکنی به کار تخصصی من دخالت میکنی. راننده ی صد دنده ی قاز. باشه امشب میخوام یکی از قصه های قشنگ شلقم خوشبو رو بگم. این زهر ماری رو نیار دیگه حالا به هم میخوره. آقا میخوام ازشون قصه بگم. دعوا نکنید دیگه. چی میگی؟ اصلا میخواید امشب من واسه تون قصه بگم؟ بگو تو میخواید قصه بگی؟ بیا بگو بگو میشنه؟ بگو. یکی بود یکی نبود. دیره گمت یکه بود هیچ کس نبود. لا 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 لا. از خواب پا میشی تو خونه گنجیش که داره میخونه آسمونم آبیه هوام کافتابیه منم خسته میام خونه روحیم بجور داغونه اگه آرومم نکنی جوری میشم دیوونه. لا 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 نوبت چیه بچه ها؟ نوبت چیه؟ ای پس بزرد ای وای آی آی ما
بابا خرات بابا خرات مرد چشه مرد دقیقه الان بود صبح زود تو بیا دی برز اومدنه کار داشتم کار داشتم جون خود دی نخوچی رفته تو بگو بیاد کمکت میکن بگو بیاد بیرون نخوچی نخوچی بیا بیرون بزنی بره خودش خالی کنه نخوچی نخوچی بیا بیرون مردم بیا بیرون وای بیره من چی میگی؟ این افتابه هم ندار افتابه خودمو بیا افتابه هم حالا یه پیره مردی بهت نشو بدم هست حالا میبینی یعنی تو واقعا نمیتونی مخی یه دختر ساده و تنها رو بزنی؟ به من چه ربطی داره؟ چی کارش کنم؟ یه تکونی به خودت بده یه جوهری وجودی یه چیزی از خودت نشون بده که دختر خوشش بیاد میخوام 100 سال سیاه من خوشش نگید بابا طرف داره گوش تلخی میکنه همین جوری هم تمام گارداشو رو من بسته تو میگی چیکار کنم من دارم از دست تو دیوونه میشم بابا تو میخوای بری شوهر پولدار کنی من باید جورشو بکشم ببخشید آقای زحمتکش یه وقت خسته نشی آوردم شمال تو یه همچین ویلایی داری میخوری میخوابی حال میکنی تازه پررو هم هستی مردم که راضی شده تنها دخترشو تقدیم شما کنه دیگه چته بورزو من هر کاری دارم میکنم به خاطر جفتمونه چرا نمیفهمی میفهمم ولی بابا دختر داره جفتک میندازه تو میگی چیکار کنیم ناسلامتی تو مردی 4 تا جمله قشنگ بهش بگو الکی ازش تعریف کن زنا عاشق تعریف شنیدنن حتی اگه بدونن دروغه بورزو این همه ثروت منتظر من تو به شرط که این دختر موی دماغ ما نشه یه کاری بکن چپ گرفتاری شدی باشه بابا ببینم چیکار میتونم بکنم ای قربون داداش گلم برم نگو من خودم میدونم دلت کجا گیره دلم ببین از من دنیا دیده نصیحه هر جا دلت لرزید هر جا عاشق شدی دل بزن به دریا برو باش حرف بزن اگه حرف بزنی میدونی چی میشه تا آخر عمر یادت میمونه آخه اینقدر ما خوبی کرده منو بچه‌ها اصلا که اصلا فکر بد کنم عزیزم من قربونت برم تو که نیت بد نداری اصلا خودم میرم با شرط میذارم نه یکی بهتر از مریم خانوم مریم خانم میره با شرط میزنه آکی مریم جو من واقعا شوکه شدم اصلا انتظار نداشتم بیای همچین حرفی بهم بزنی راستشو بخوای نمیدونم باید چی بگم حرف دلتو به قربونت برم حمید یه معلم ساده است که از مال دنیا چیز زیادی هم نداره من اینو مطمئنم که تو اولین عشق زندگیش هستی آخریش هم کاهی بود ببین اگه تو هم احساس خوبی نسبت به حمید داری بگو تا بیایم پیش پدرت با بابات صحبت کنیم به خدا نه اینکه فکر کنی حمید داداشم دارم میگم ولی یه قلبی داره که این آینه صافه صافه از این بابت که شکی نیست مریم خانم حله؟ معلومی که حله بابا خرات مینو جون امید دل ماست پس یعنی حله بادا بادا بیام مینو خانم به مبارکی امروز آشرشت پارتی داریم میخوام یه آشرشت بپزم که مخصوص بابا خرات باشه شما هم تشریف بیارید چشم چه عجب آشرشت بپزم بریم بریم برم منتظر تما بیاری منتظر تما علیسونو بلیسون یکی هم به ما برسه ای خدا Oh,
کفکی رو بردار توشو هم بزن، دست رو دست وای نستا اینقدر حرف مفتم کم بزن، مشتی ابرامسی رو پاک کن تا بریزم روی آب، چون تو این آش رشته پاتیر سهمی داری آب دادا، میزنم جه جه که عیشه امروز رو تکمیل کنم، سور و سات بی صدا رو جون تو تعطیل کنم. پاشو به اندازه گلیمش دراز میکنه، من جنازه یه دخترم هم رو دوشتو نمیذارم، بنابراین اینقدر دوره برش نپلک و مثل مگس تو گوشش فسفس نکن، روشنه؟
جمعه درسته. از اولش میدونستم پدرش راضی نمیشه، اما تو نباید عقب بکشیده داشتی. مریم به نظرت من اشتباه کردم؟ چه اشتباهی؟ عشق هیچ وقت اشتباه نیست. آره، ولی با این شرایطی که پیش اومده دیگه صلاح نیست اینجا باشی. یه زنگ میزنم حاجی فراخی، فردا بریم ویلا اون. نباید بذاریم بیشتر از این شرایط اردوی بچه‌ها رو خراب کنه. باورم نمیشه. این رسم مردونگی نیست. با این کاری که شما کردین زبونم نمیچرخه که بگم دیگه پدر من نیستی. اما اینو بدونید، اینو بدونید که پدر من مردی نبود که به خاطر خودخواهی خودش و رضایت یه زن دل این همه آدمو بشکنه. متاسفم برای خودم، متاسفم. به حسابت مسلط باش عزیزم. بچه هست دیگه، چه میفهمه خیر و صلاحش چیه؟ آب قندتو بخور. اوف، دیوانه شدی عقل کل؟ بابا این پسره بد جوری موی دماغمون شده. این دختره امولم که پابده نیست. اگه بخوایم اینجوری پیش بریم سرمدی شل میشه و وا میده. اون وقت باید عروس دماد دست به دست هم بدیم برن. خب که چی؟ خب که چی نداره که. این پسر حمید مسئول این بچه هاست. اگه یه خار تو پای هر کدومشون بره باید جواب پس بده. حالا چه برسه که کل کمپ آتیش بگیره. حالا باید بره جایی که عرب نینداخت. ببین نایی دیگه وقت نداریم. الان باید کل عالی نمونه بذاریم وسط. یا میبریم یا میبازیم. اینجا قمارخونه است؟ اینجا کازینوه که ما کل آلینو بذاریم وسط؟ یه مش بچه تو این چادر خوابیده، نمیتونیم الکی آتیش بزنیم که؟ اه بابا به ما چه ربطی داره؟ دندشون نه، مگه مسئول مراقبت از بچه ها نیستن؟ بی جنبن نجاتشون بدن. تو این ویدیو این تایم من میپیشم میرم تو ویلا، گاب صندوقو خالی میکنم، آی خالی میکنم، آی خالی میکنم. البته تو باید کمکم کنی. من کمکت میکنم برزو، اما من تو این ماجرا نیستم. اگه لو بره تو چیز رو از دست نمیدی که خاک تو سر من میشه، من بدبخت میشم. تو نمیخواد نگران هیچی باشی. سرمدی فقط به اونا شبیه کنه. دندش نرم، چشمش کور، میخواست این همه غریبه رو بر نداره بیاره تو ویلا، اونم این ویلا. تو دیوانه. خیلی دیر شده، ما هممون تو اون چادر سوختیم، دود شدیم، دیگه نیستیم. خدا بیامرزتمون. هم من، هم داش ابرام، هم حمید آقا، مریم خانوم، هم تمام اون بچه های طفل معصوم. ای بیرحما، خدا ازتون نگذره، خدا نشناسا، قاتلا، خدا ازتون نگذره. که صورتان شما خیال کردین ما این طفلای معصومو ول میکنیم میریم امون خدا؟ میریم کپه مرگمونه میذاریم میخوایم؟ ما این پلنگ بیداریم تا شما رو تیکه پاره کنیم.
یعنی پول و ثروت و مال و منال انقدر چشاتونو کور کرده که حاضرین به خاطرش جون یه مش بچه معصوم بی سرپرست رو به خطر بندازین؟ واقعا برای تو متاسفم. آفرین آفرین، من میخوام ببینم چجوری میتونین تو چشم من نگاه کنین. من با شما هیچ حرفی ندارم، من با خودم حرف دارم. من به عنوان یک پدر میخوام اعتراف بکنم که اشتباه کردم، هم در رابطه با سرنوشت خودم هم سرنوشت تنها دخترم. من گول دوتا آدم شیاد خوردم و الان بهترین کار اینه که معرفیتون کنم به نیروی انتظامی. البته درستش این بود که شما چادرها رو آتیش بزنین که مدارک جرم کامل بشه. پلیس 110 پلیس بودن آیی حالا بچه ها تو خوشبختی خوشبخت نه حرف تو نست نیست خوشبختی بشو.